بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. یا فاطمه ای منشأ خیر و برکات، مهر تو بود قبولی صوم و صلات. فرمود نبی خدا گناهش بخشد، هر کس که برای تو فرستد صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم خدمت یکایک شما بینندگان و سروران گرامی، همراهان خوب و ناظرین برنامه به وقت بیداری، و همچنین تسلیت عرض میکنم خدمت شما عزیزان، ایام عزاداری و سوگواری حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را، و انشالله که خداوند متعال نام ما و شما را در زمره عزاداران واقعی و حقیقی حضرتش انشالله ثبت و ضبط بگرداند. و در کنار شما هستیم و همراه شما در محضر سرور معززمان حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای رسولی اصرف خودم و به نیابت از شما عزیزان سلام عرض میکنم خدمت استاد محترم. سلام علیکم استاد، بسیار خوش آمدید. علیکم السلام و رحمت الله، سلامت باشید. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله العالمین، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بینندگان عزیز و دنبال کنندگان گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. موفق و پیروز باشید. ایام شهادت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها و همه شما تسلیت و تعزیت عرض میکنم. امیدوار هستم که همه ایمان شما از شفاعت بی بی دو عالم فاطمه زهرا سلام الله علیها بهره مند شوید ان شاء الله. خیلی خوش اومدین استاد محترم، ما هم خدمت شما تسلیت عرض می‌کنیم و ان شاء الله که ما را و بینندگان از دعای خیرتون فراموش نکنید در ایام، به هر حال در خطبه هایی که ایراد می‌کنید، در مجالسی که شرکت می‌کنید. خب و ما بر رسم سه‌شنبه ها در محضرتان هستیم و سوالات عزیزانی که رأی کردن، و امشب چند تا سوال وایسی را انتخاب کردیم که در اول برنامه ان شاء الله بینندگان عزیزمان سوال ویسی دارن و پخش میکنیم. ما مثبت 98 933 4 نمبر آخر 1597. بیننده محترم و هموطن گرامی ما از کشور جمهوری اسلامی ایران هستن که دو سوال ویسی پرسان کردن. استاد من از خدمت شما پرسان میکنم. آقای محترم سلام، شب بخیر، خوب هستین؟ سیادمند همکاران محترم خوب است انشاءالله، خود شما خوب هستین؟ ببخشید که دوباره مزاحم شدیم، انشاءالله که خداوند شما را اجر خیر بده. یک سوال شرعی داشتم از شما و میخواستم که از یک نانبایی آرد بگیرم. این نانبایی میگه که شما مثلا ساعت 5 بجه صبح بیاین که امید همسایه ما شیطنت نکنه پیش دولت، که ما را کدام کار گرفتار نکنه. حال یا شهره این که مشکل داره که ما چه کنم بگیرم یا نه، میخواستم که این سوال شما بپرسم که اگه مشکل شهره داره که دنبالش نره، و اگه مشکل شهره نداره بخاطر که گفتم که ضرار بگیرم در خانه کم اگری جنجاله که نان بای چیزا هست در ایران به مخاطر چی کنم. اینا نایفهم که از دولت یا پودو پنهان میکنه یا که از همسایه های دکان، دیگه این را متحقق اطلاع ندارم. دیگه این را شما زحمت میشه دیگه خواهشان نمیرک پاسخ بیتین. شب و روز شما خوش، سلام علیکم و رحمت الله. بسیار عالی، خب سوال مشخص است. خدمت شما جناب آقای حسینی و ای بیننده عزیز که ممکنه ما را ببینه و صدای ما را بشنوه، بقیه بینندگان عزیز باید عرض کنیم که خب در جمهوری اسلامی ایران و برخی از کشورهای دیگه دولت آرد را با نرخ بسیار نازل و پایین در اختیار نانبای ها قرار میده که نانبای ها فقط نان پخته کنن و به دست اقشار جامعه برسانن، که بهش یارانه هم میگه یا به تعبیری همو سوبسید. لذا این رقم آردها را خریدن، این رقم آردها را از نانبایی امور خم که خود نانبایی گفته که تو ساعت 5 صبح بیا، خو یه گپ است دیگه.
اگر این مشکل دار نباشه، اگر که خرید و فروشش حرام نباشه یا از طرف دولت مجوز داشته باشه که وقت و ناوقت نداره، هر وقت انسان بخواد بره میتونه آرچی کنه، خریداری کنه. از اینکه گفته که ساعت 5 صبح بیا که شیطنت نکنه همسایه‌ها متوجه بشه، فهمیده میشه که آرد همون آرد سوبسید و یارانه است که دولت با نرخ بسیار بسیار پایین در اختیار نانبای قرار میده که نانبای نان بتواند استفاده کنه. بنابراین اگه قرار باشه این آرد با قیمت چندین برابر در همین نفری که میخره بفروشه که بازار سیاست، قطعاً از نظر حضرت آیت الله العظما سیستانی و بقیه مراجع این کار حرام است. بلی متوجه از قضیه باشن. اگر کسی برای خانه خودش آرد نیاز داره در جمهوری اسلامی ایران، کشورهای دیگه، جاهای دیگه آرد آزاد است. از بازار آرد آزاد تهیه میکنه که این گدام کنه مشکل و گرفتاری برش خلق نشوه. و اگر جناب حسین بزرگوار ما نخریم، یک کسی دیگه نخره، کسی دیگه هم نخره، خب این نانبای نمیتونه آرد سوبسید و یارانه ای را به قیمت چندین برابر بفروشه. آردی که باید سر سفره برای استفاده عموم هست، عموم هست. قیمتی که کم درآمده ای سر از جای دیگه در نیاره. خب شما میبینید که دیگه هر از چند گاهی انبارای قاچاق آرد و نمیدونم ابوزوخه و چیزای گپای دیگه و احتکار شده کشف میشه. خیلی هموطن ما شاید هنوز بر رسم داخل کشور بر رسم وطن شاید نان پخته میکنن خودشان احتمالاً و شاید چون در افغانستان خیلی دیگه که در آرد دولتی نیست که یارانه بیته و آرد به قیمت بسیار پایین در اختیار نانبای قرار بتن، دیگه افغانستان گپا نیست دیگه، کلا قیمت بازار آزاد است. اما اینجا گپا نیست. یعنی خب دیگه مشخص شد که انشالله که این کار انجام نتین بهتر است که بهتر نست. نباید انجام ندهیم، نه که بهتر است انجام ندهیم. بهتر است انجام ندهیم میشه مکرو. اصلا نباید انجام ندهیم که کار حرام است. بسیار سوال دوم از همه بیننده محترم هستشم. آجام سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یعنی جان تشکر از آقای محترم، سلامت باشین، خداوند شما را به حق حضرت زهرا سلام علیها در پناه خود حفظ کنه. اللهم و یک سوال شهری دیگه هم داشتم که می مادر تا چند سال و چند ماه میتونه که می طفل خود شیر بده؟ اگر میره برای من مشخص کنین به زحمت یا شما ممنون میشم. می بعدم سوال تکرار میکنم برای شما ببخشین که مادر طفل خود با چند دو سال و چند ماه میتونه که شیر بده؟ اگر شیر مادر کم باشه، اگر چی کنه شیر بکنه اشکال نداره. خیلی ممنون، موفق باشین. سلام علیکم و رحمت الله و برکات خداوند. بسیار عالی. بله، خب این قضیه شیر دادن هم یکی از بسیار نکات عجیب و غریب است که ما نسبت به مایی که میگیم این خانواده مادرها نسبت به این قضیه توجه داشته باشند. حضرت آیت الله العظما سیستانی هم رقم که بارها ما توضیح المسائل جامعه حضرت آیت الله العظما سیستانی را خدمت دوستان میاریم، این مبحث در قسمت 4 جلد 4 مطرح کرده که در قسمت جلد 4 یک جایی هست به نام آداب و احکام شیر دادن که برخی از احکامی که مربوط به اولاده در اونجای حضرت آیت الله العظما سیستانی مفصل توضیح میده چه رقم شیر داده شده، مادر چه رقم باشه، چه شرایطی داشته باشه. در قدیم الایام حالا ما که سن ما قد نمیده، خب قدیم ها دایه میگرفتن، یعنی به جای اینکه مادر شیر بده معمولا مرسوم بوده پولدارا ثروتمندا خانمای خودشان بچه ها رو تر خشک نمیکرده، بچه های خودشان هم بلکه میسپردن به دست دایه تا دایه اونا رو شیر بده. حضرت آیت الله العظما سیستانی در جلد 4 گفتیم مسئله 389 میفرماید شایسته است که تغذیه نوزاد تا حد امکان با شیر مادرش صورت بگیره. بله. نه شیر خشک و شیر پاستوریزه و هموژنیزه و چیزهای دیگه که در بازار هست که معلوم نیست شیر گاو است یا گوسفند است یا بز یا هر چیز دیگه هست. گفتم مگر آنکه شیر دادن غیر مادر از جهت مزیت داشته باشه، مثلا مادر یک آدم بیمار است، علیل و ناتوان یا شیر نداره، خب میتونه شیر خشک استفاده کنه یا مثل سابقه دایه باشه. یک زن دیگه ای که این بچه را چی بده؟ شیر بده. که باز حضرت آیت الله العظما سیستانی در همین جلد فرمودن که دایه ای که انتخاب میشه یا کسی که میخواد بچه را شیر بده احمق نباشه،
نادان نباشه، خدای نخواسته ولد زنا نباشه، متهم به ناپاکی و چیزا نباشه که بچه انسان را شیر بده. بهترین زنا برای شیر دادن بچه ها باید چی شوه؟ انتخاب شوه. و اما سوالش که فرمودن گفته مثل آن که دایه زن با شرافت و دارای صفات پسندیده از نظر جسمی و روانی و روحی و اخلاقی باشه و شیر پاکی داشته باشد و مادر طفل رقم نباشه، خب میشه طفل داد دست دایه. و اما گفته است بهتر از شیر دادن نوزاد توسط مادر 21 ماه قمری کمتر نباشه، 21 ماه قمری کمتر نباشه و بیشتر از 2 سالم نباید مشیر باشه. بسیار عالی. خب البته که سوال سوالای دیگه هم داره، ولی خب چون به زمان میان برنامه رسیدیم، مثلا محترم به اتفاق شما و بینندگان عزیز ما سری میزنیم به اتاق فرمان و بعد از دیدن میان برنامه انشاءالله در خدمت شما عزیزان با ادامه مبحث خواهیم بود. همراه ما باشید. سلام بر تو ای میوه دل رسول خدا، سلام بر تو ای همراه یاور علی، سلام بر تو ای مادر مهربانی ها. مادر جان، ای برترین زنان دو جهان، این دنیا نبودن شما را چگونه طاقت بیاورد؟ هنوز برای رفتنتان بسیار زود است. بعد از رفتن شما علی علیه السلام تنها ماند. شما که تنها حامی و پشتیبان امامت بودید، اکنون که رفتید غم بزرگی بر شانه های علی علیه السلام سنگینی می کند. مادر جان، با پهلوی شکسته و قد خمیده و چشمان گریان دل دنیا را به درد آوردی. روزگار خجل زده است و شرمگین که زین پس چطور می تواند عشقها و غمها و تنهایی های علی علیه السلام را ببیند. مادر جان، ببخش ما را که در آن روزهای سخت حضور نداشتیم تا از شما پرستاری کنیم و حامی و پشتیبان امام امت باشیم. در آن روزها بچه ها کوچک بودند و غم بیماری و بیتابی مادر بر دلشان سنگینی می کرد. بمیرم برای آن دلهای غمگین که شب و روز دست به دعا برداشته بودند و برای مادر دعا می کردند. فاطمه جان، بعد از شما علی علیه السلام تنها ماند و خانه نشین شد و تمام بیرحمی روزگار را یکه و تنها به دوش کشید. کاش این دنیا بیشتر از برکات وجود شما استفاده می کرد و ما کمتر بی مادر می شدیم. از دست دادن مادری چون شما برای من بسیار سخت است. دستمان از دامانت کوتاه مباد بانو. اللهم صل على فاطمه و ابيها و بعلها و بنيها و سر المستودع فيها بعدد ما احاط به علمك. خب تشکر میکنیم از محترمه شفیق باقری که دکنمه بسیار زیبایی را ایراد فرمودن. استاد، در مورد سوالی که در قسمت گذشته مطرح شد، همچی زمزمه به گوش رسیده که مادر میتونه در عوض شیر دادن به فرزند خودش اجرت دریافت کنه، آیا این صحت داره؟ بله، میگه تا نباشه چیزی که مردم نگویند چیزها. بله، مادر طفل میتونه از دادن شیر، البته به شرطی که دلش بیاید دیگه. او مهر و محبت مادری خود چیز دیگر است دیگه. خانواده دنبال از حرفا و برنامه‌ایش نیست، ولی به فرض یک در میلیون یا یک در میلیارد چون زنی پیدا شد، گفت من شیر نمیدم، به شرطی که مثلا شما به من اجرت بدی. اجرت یعنی مو پول یا پیسه، یا میتونیم بگیم شیربها، اون شیربهایی که در گله اون نیودی بخی چیزی، هیچ چیزی وجه شرعی نداره، ولی میتونه این همون شیربها باشه. میگه بهای شیری که من میدون یا اجرت به من بده. خب بهای شیر کی باید پرداخت کنه اینجا؟ و علی المولود له رزقهن و کسوتهن، او کسی که فرزند برای اویه که در اینجا همو شوهر است. بلکه در نبود شوهر باز جد پدری با
باید اگر مادر درخواست کنه به خاطر دادن شیر پیسه و پول باید پرداخت شود. پس متاسفانه رسمی که یکان جا دیده میشه داماد کمبخت که میره به خواستگاری یک چیز را به عنوان شیربها، غلط است. شیربها را باید مادر در او تایم تا دو سالگی را از کی میگرفت؟ از پدر یا از جد پدری از امی مولود، نه ای که بعد از 20 سال 25 سال داماد بدبخت بیچاره را به بهانه شیربها ها یک بالا به پول 25 سال پیش مال او شرعی نیست، بچی نداره. بسیار عالی. خب اما بیننده محترم ما به نمبر مثبت 9378 4 نمبر آخر 9292 ایشان هم یک سوالی کردن که آیا برادر حق دارد که خواهر خیش را مورد لتکوب قرار بده و به طوری که شاید بدن او خواهرش سیاه شود و کبود شود؟ جناب آقای حسینی، بیننده عزیز و کسی که ما را میبینین و صدای ما را میشنوین، اسلام عزیز به هیچ کس این حق نداده که طرف مقابل مورد لتکوب قرار بده به کیفیتی که تمام بدنش هم مثلا چی شود؟ آزرده شود یا بدنش کبود شود. که اگر بدنش کبود شود یا آزرده شود یا سیاه شود یا سفید شود یا هر شکستگی چیز اتفاق بیفته، دیه به گردن ازی واجب بشه. پدر حقی کار نداره، مادر حقی کار نداره، جد پدری و جد مادری حقی کار نداره. برادر چی کار است که بخواه یک نفر مورد لتکوب قرار بده؟ این مصداق بارز خشونت خانوادگیه. اگر یک کاری کرده باشه که به فرض مثلا بخواد حد بری جاری شه و حاکم شهر باید حد بزنه، اگر خدای نخواست یک سرقتی انجام داده، دزدی انجام داده، تهمتی انجام داده، بهتانی انجام داده، خب حاکم شهر است که باید به این حد تازیانه جاری کنه. اما برادر چه کاری مملکت است که بخواد این مورد لتکوب قرار بده؟ او شاید فکر میکنه که من به او ولایت دارم، میگه برادر کلان جای پدر ولایت نداره. برادر ولایت نداره، مادر ولایت نداره، عمو ولایت نداره، هیچ کدوم از اینا ولایت نداره. ولایت فقط مال پدر است و فقط مال جد پدری، کسای دیگه بر کسی دیگر ولایتی نداره. مخصوصا قطعا نبت می آدمای کلانی است دیگه، مثلا زنی ممکنه دختری 14 15 ساله 20 ساله کمتر یا بیشتر باشه، به هیچ عنوان حق ای را که بخواد تاثیرات منفی به تاثیرات منفی رو داشته باشه، عقده ای میشه، از بی برادر کینه به دل میگیره. حتی ما در امر معروف و نهی از منکر هم داریم که آیا ما اجازه زدن را داریم یا نداریم. اونجا ما بحث کردیم، نمیفهم کی بود، خاطرم نیست، پارسال بود پیرسال بود، همون سلسله مراتب داره که در جرح و زدن و زخمی کردن انسان باید از حاکم شرع اجازه بگیره که ما تمام مراتب امر معروف نهی از منکر را چی کردیم؟ انجام دادیم، ترتیب اثر نداد. آیا میتونیم اقدام به زدن و وارد کردن جراحت بکنیم یا نه؟ حاکم شرع اگر گفت و دستور داد میتونیم، اگر نه همونجا باید بشینید خالی خود. چرا؟ چون تمام شرایط امر معروف نهی از منکر شما انجام دادید، تاثیر نکرده دیگه، وظیفه دیگه بیشتر از این نداره. بنابراین توصیه اکید به خانواده ها میشه، از حتی مادر حتی پدر، که از لتکوب و این چیزا پرهیز کنن. ببینین بینندگان محترم، باز میگن که اسلام دین خشونت است، چون که به این دین عمل نمیشه. اگر به دستورات دین عمل شه بهترین دین است، ولی بعضیا به زعم خودشان از سلیقه عمل میکنن و به نام دین تمام میشه، اسلام میگن به نام مذهب تمام میشه. این کار بسیار کار خطرناک است. مثبت 9379 4 نمبر آخر 7833 بیننده محترم ما که مهربانی کردن و وایس ارسال کردن، سوال وایسی داریم استاد، من خدمتتون پخش می کنم. سلام علیکم و رحمت الله. حاج آقا خوب هستین؟ بخیرین، سلامتی؟ علیکم السلام و رحمت، بخیرین، موفق و کامیاب باشید. شکر. حاج آقا در منطقه افغانستان در جاها رسمه که یک نفر مثلا یک پسرش مریضه یا در مسافرت میره یا از مسافرت میایه، مسافرشی گاوی یا گوسفندی را نظر دست میکشه و این نفر، این مسافر مثلا یا این مریض وقتی که از عالم دنیا بره، آیا این نظر دیگه حق فروختنش را داره یا نداره؟ بسیار عالی، بسیار عالی. یک نکته در این وایس بود و نظر دست کشیدن. دست کشیدن بله. شاید دیده باشین شما بینندگان ما، هم شاید دیده باشن که از سر گوسفند یا گاو امتی دست خود میکشه تا امدم روی بسا یالشو میاره تا کمرشو میگه نظر تو لله تعالی، نظر کردن برای خدای تبارک و تعالی. نظر معمولا این رقم نظرای رقمیه که مثلا بچه‌ش اگه مریض میشه میگه اینی گوسفند، اینی گاو، اینی شتره، نظر کردم برای خدا که مثلا اینا بکشم و مردم
تعام بتوم که اگر پسر خوب شد این نظر واجب و لازم میشه، یعنی حق فروختن از این نظر دیگه نداره. باید اینمی نظر بکشه و همو چیزی که گفته باید تعام بده به مردم. یا اگر مثلا مسافری داشت گفت اگر مسافرم بخیر انشاءالله آمد نظر میکنم برای خداوند که فلان گوسفنده چپه کنم به تعمیر میرخم میگن دیگه بکشم و اطعام کنم، که اگر مسافرش بخیر و سلامت رسید واجب میشه که گوسفنده چی کنه یا گاو بکشه و اطعام کنه. و اگر خدای نخواسته دو فرض اول بیمار مرد و در فرض دوم مسافر به سلامت نرسید بلکه در راه تلف شده از بین رفت، دیگه اون نظر و واجبیش به گردن انسان نمیمانه، میتونه حتی اون نظر بفروش شامل کنه هر کار دیگه ای که با اون نظر خواست میتونه انجام بده. استاد علی سوال شد مطرح شد که همین رقم نظر کردن آیا درست است که من این کار اگر این کار شوه بله. من این کار میکنم بله. یا این رقم به تصمیم میگه من این کار میکنم که انشالله این شوه؟ نه میتونه این رو میگن نظر مشروط. ما دو رقم نظر داریم، یک نگفتم گفتم ممکنه مباحث طولانی شود، یکی نظر مطلقه، من نظر میکنم برای خدای تبارک و تعالی یک گوسفند بکشم شب جمعه یا هر وقت دیگه. این شما به هیچ چیزی قید نزدی. گاهی اوقات میتونی قید بزنی به آمدن، به رفتن، به خوب شدن، به کامیاب شدن در پانتون، در زمان و الی ماشاءالله. وقتی که شما نظر قید زدی به همون قیودات، اونم قیودات اگر برآورده شد نظر به گردن شما واجب است، اگر برآورده نشد چیزی واجب نیست. بسیار عالی. و اما مثبت 98 930 4 نمبر آخر 53 82 بیننده عزیز ما سوال کردن آیا می توانم به عکس بی حجاب زنان نگاه کنیم؟ اگر که عکس بی حجاب از کسایی که این طرف میشناسه و متوجه هستین و بینندگان عزیز متوجه هستین، مثلا دختر خالیش است، پسر خالی، دختر خالیش است، دختر عمیش است، قومی است یا هر کسی دیگه ای کوره میشناسه، در این صورت نگاه کردن جایز نیست. ولی اگر عکس احمال عکسای بیگانه که هیچ شناختی نداره و نمیشناسه و هیچ نخواهد شناخت، در صورتی که میتونه نگاه کنه که ایمن از افتادن در گناه باشه. این اگر در گناه ایمن مشکل نداره میتونه نگاه کنه، و اگر نه به خودش اطمینان نداره که ایمن از گناه نیست، همون جا نگاه کردن جایز نیست. باید خودش چی کنه؟ کنترل کنه. امی صدق میکنه سا در فیلم هایی که جور میشه؟ بله بله بله. وقتی در عکس صدق کنه که یعنی یک دونه است دیگه. حال فیلم که دیگه مثل ازیست که انسان همون خودش حی و چیه حاضر است و قطعا همین رقم است. ولی یک داستانی هست، یک بحثی هست در نگاه کردن به فیلم های مبتذل و پورن. بله وارد مباحث نمیشیم. بسیار عالی. مثبت 964 780 255 413 پل ارتباطی ما و شما بزرگواران است، نمبری که شاید بسیار از شما عزیزان این نمبر به خاطر دارین الحمدلله و سوالاتتون را پرسان میکنین در هر زمانی. سوالات ان شاء الله که ارائه کنین کارشناسان عزیز ما پاسخگو خواهند بود. و اما مثبت 93 72 4 نمبر آخر 58 37 بیننده عزیز ما که از برنامه مکتب هادی اظهار تشکری کردن و ما هم بسیار خوش هستیم که این امکانات فراهم شده و انشالله که مثمر ثمر بوده باشه برای عزیزان ما. و مثبت 93 78 4 نمبر آخر 56 10 سوال کردن که من نوجوان 17 ساله هستم که زیاد در نماز خود شک میکنم، وظیفه مسجد آیا میتونم نماز خود رها کنم و یک نماز دیگر شروع کنم؟ خب ما میگیم که خدا خوبت وزیر بخیر کنه، این دو سال میشه که به سن تکلیف رسیده یه قدر شک میکنه، اگر به سن 50 و 60 70 80 برسه خواه یه چی حال برای زیدیست بده. ولی الحمدلله یعنی خب شما در جریان هستید، بینندگان ما هم در جریان هستن که فعلا وسائلی به وجود آمده که برای از اینکه انسان از تحیر و شک بیای بیرون، مهرایی که فعلا موجوده که مهریست به نام مهر حضرت مهر امین که سره که میگذاره روی از او هم رکعت شمار میکنه و هم سجده رو شمار میکنه. علاوه بر از جناب حسینی با انگشتر، با سنگ، با کدام وسیله دیگه میتونه انسان تعداد رکعات نماز شمار کنه و اینا اشکال نداره. مثلا
ده ای دستش اگه بگذاره خب مثلا بگه رکعت اول ده ای دست بگه رکعت چند دوم رکعت سوم تو رکعت چهارم هیچ اشکالی هم نداره و ای فعل کثیر هم نیست که چون فعل کثیر در نماز نماز چی میکنه باطل میکنه پرداختن به فعل کثیر این فعل کثیر هم بهش اطلاق نمیشه پس با این تفاصیل هم میتونه شکیات نماز خودش نیر خودش از شک رها ببخشه و اما خب بهترین راهش اینه که شکیات نماز یاد بگیره سنی عبد سالگی هم هست دیگه این هم در جریان باید باشه که ما شکایی که کلا دستور داره در نماز چهار رکعتیه ما در نماز دو رکعتی شک نداریم شما اگر شک کنی و فکرت به جایی نرسه این نماز خود به خود چیه؟ باطل در نماز سه رکعتی ما شک نداریم یعنی اگر شما در نماز سه رکعتی شک کنی و فکر کنی فکرت به جایی نرسه این نماز کلا چیه باطله فقط شکا در نمازهای چند رکعتی چهار رکعتی و چند چهار رکعتی داریم ما سه دن چهار رکعتی داریم ظهر عصر و عشا این رو به دستورش یاد بگیره و فرض هم اگر دستورش یاد نگرفت نمیفهم شما طرف ساعت نگاه میکنید کجا نگاه میکنید زمان میاد بله بله اگر فرض هم شد میتونه نماز خودش رو رها کنه و یک نماز دیگه بخونه البته پشت یک باز دو نماز دیگه هم شک نکنه که باز رو شکم که من کسی رو شکم دیگه خب نیاز نداره البته یک بحث دیگه است بحث کسی رو شک خوب شد شما به نکته اشاره کردین اگه یک نفر کسی رو شک شد دیگه او باز با شک خودش نباید اعتنا کنه بسیار بسیار تشکر میکنم استاد محترم خب باز هم به زمان میان برنامه رسیدیم و به اتفاق شما بینندگان عزیز میبینیم میان برنامه را و بعد از میان برنامه ان شاء الله در خدمت شما عزیزان خواهیم بود با قسمت نهایی برنامه امشب. سلام مجدد عرض میکنم خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی و با برنامه به وقت بیداری به صورت پخش زنده مهمان لحظات شما خوبان هستیم. استاد سال بعدی که انتخاب کردیم مثبت 93 77 10 32 بیننده محترم ما که مهربانی کردن و برای ما وایس روان کردن من سوالشان رو پخش میکنم. سلام علیکم خوب هستین شما خوب هست؟ یک 70,000 افغانی از میراث پدری مانده دینمی 70,000 سه برادر هفت همشیره یک مادر شریک است همین حیثه یار خواهر ما چقدر میشه چقدر ما برش بتوم بسیار عالی سوال مشخص بود استاد در 70,000 افغانی که به صورت ارث مانده سه برادر هفت خواهر و یک مادر ارث میبره خدمت شما و یک بیننده عزیز باید عرض کنیم که 70,000 یک باقی مانده اولین کاری که میکنن اینا 70,000 رو تقسیم بر 8 میکنن چون به مادر اینا 8 1 میرسه به خانم انسان زمانی که انسان و اولاد داشته باشه 8 1 میرسه اگر که اولاد نداشته باشه بدون اولاد از دنیا بره 4 1 میرسه و الحمدلله چون از پدر از اینا سه تا بچه و هفت تا دختر باقی مانده بنابراین به مادر یک هشتم میرسه پس 70,000 افغانی را تقسیم بر چند میکنه 8 میکنه 8 میکنه همو آنچه که به دست آمد یک قسمتش به دست میاد یک هشتم میده به چی به مادر خب 7,000 بود دیگه درست است 8,000 نزدیک کمتر از 9,000 مقدار از این میده به مادر باقی میمونه خب نزدیک 61,000 چند هزار باقی میمونه این 61 و 61,000 تقریبا که باقی مانده خب گفت سه تا چیه؟ برادر است سه برادر هفت تا خواهر خب سه تا برادر که سه سهم حساب میشه برای خواهرام که هفت دانه یه. هر دو خواهر به اندازه چی؟ یک میشه سه و نیم سهم سه و نیم سهم و یم سه و نیم سهم این تقسیم بر شش و نیم میکنه آنچه که خارج قسمت به دست میایه او سهم یک مرده سهم یک مرده همون هم باز خودش تقسیم بر چند میکنه تقسیم بر دو میکنه میشه یک سهم خواهر. یک خانم این رو باید به خواهر خودش پرداخت کنه بسیار عالی مثبت 93 70 4 نمره آخر 07 94 ایشان اظهار تشکری کردن از تلویزیون جهانی هادی
و ما هم تشکر میکنیم از شما بیننده محترم که با ما به ارتباط شدین. مثبت 93-76-41-37 ایشان سوال کردن که حکم کشیدن و نقاشی کردن تصاویر انسان و حیوانات از نظر حضرت آیت الله العظمی سیستانی چیست؟ خدمت شما عرض کنم که سوال بسیار سوال قابلی از داره که پرسش میشه زیاد مبتلا به هست و ما باز دوباره مجبور شدیم که رساله حضرت آیت الله العظمی سیستانی رو خود ما بیاریم. حضرت آیت الله العظمی سیستانی این مسئله را در جلد دو از امو کتاب های رساله توزیع المسائلی که چهار جلدی بود ما خدمت شما عرض کنم که در جلد دو در قسمتی که برخی از گناهان میشماره بعد میره سراغ امر معروف و نهی از منکر و بعد از امر معروف و نهی از منکر یعنی بعد از حج امر معروف و نهی از منکر یک قسمتی داره به نام مجسمه و نقاشی تقریبا یعنی مسئله 418 میگه ای که نقاشی بکنه انسان این سه حالت داره سه حالت داره پس میشه رساله جامع جلد دو و مسئله 418 حضرت آقا جنبندی میکنه به این کیفیت میگه که او چیزی که ما نقاشی میکنیم یک مثلا نقاشی درخت و گیاه و این چیزا رو میکشیم یعنی موجودات بیروح ساختمان نمیدونم چیزای دیگه اینا هیچ اشکالی نداره یعنی کشیدن از اینا هیچ اشکالی نداره چه حتی اگر برجسته هم باشه یعنی ما به صورت برجسته و حالت مجسمه هم سبودی میکشیم در سبودی بکشیم اشکال نه اصلا سبودی که او کشیدن نه اصلا یک طوری بکشیم که حالت برجسته شود این میگه هیچ اشکالی نداره و اما نقاشی روحدار مثلا نقاشی ما رو بکشه نقاشی شما رو بکشه انسان یا حیوان بکشه این هم میگه در صورتی که خدمت شما کنم حجم نداشته باشه یعنی برجستگی نداشته باشه هیچ اشکالی نداره و اما نقاشی کردن یا ساختن مجسمه که او حجم داشته باشه میفرمایند از انسان یا از هر حیوان دیگر به صورت کامل نمیتونه انسان بکشه نباید بکشه به صورت انسان ناقص و حیوان ناقص هم نباید بکشه یعنی چی به صورت کامل نکشه؟ به صورت کامل یعنی نقاشی که مجسم شده یعنی حالتی مجسم را گرفته از کل پیکر مرا کشیده نمیتونه مثلا نیمتنه باشه حتی نیمتنه را میگن انسان ناقص این هم حتی کشیده نمیتونه مثلا یک دست میتونه درست کنه یک پای میتونه درست کنه یک کله را میتونه درست کنه دیدین همین الان در برخی از جاهای کشورهای اسلامی یک کله طرفه عین قدر جای طرفه یک چهره معروف این به خاطر همین یک برخی از مراجع کمپلیت یعنی کشیدن به تصویر کشیدن و مجسمه ساختن انسان را جایز نمیدانند باره خیلی که در پانتونا اینا این رشته ها اون رشته هایی که در پانتون های دیگه خلاصه با خواسته ضرورت و کارهای دیگه هست او یک چیزی دیگری است ولی ابتدای به ساکن بدون کدام ضرورت اینا جایز نیست بسیار عالی مثبت 93-77-51-34 سوال کردن که البته ایشان ضمن اظهار تشکری از برنامه تلویزیون جهانی هادی درخواست استخاره کردن استاد که جوابشان داده شده و حالا شاید به ذهن بعضی از عزیزان همین بیایه که در مورد استخاره کردن کنم تذکر چیزی نداریم ما بارهای قضیه را چون بازار استخاره خیلی گرم است و برخی از هم لباس های ما هر کس که بهش مراجعه کرد بدون از اینکه او را دلالت کنه یعنی راهنمایی کنه و به متخصصین ارجاع بده خب از طرف از اون استخاره میکنه شما در جریان هستید و بینندگان ما باید در جریان باشه که در وهله اول وقتی انسان میخواد کار رو انجام بده باید از عقل و خرد خودش استفاده کنه اگر عقل و خرد خودش به راه به جایی نبرد و نتونست به اصطلاح سبک سنگین کنه و انتخاب کنه خب پدری مادری متخصصی اقربای خویشاوندان الحمدلله والمنه در اطراف ما چی زیاد است پس در وهله اول خود انسان فکر کنه بعد مشورت کنه با متخصصین و کسای دیگه که به تعبیری چند پیراهن از ما پیشتر و بیشتر پاره کردن با اینا مشورت کنه که اگر او کارم انجام داد از عقل خودش هم کار گرفت مشورت هم کرد اما باز راه به جایی نبرد 50-50 مان سر درایی به تعبیر ما ماند نتونست راه چپ انتخاب کنه یا راه راست را در اونجا هست که انسان میگه خب استخاره کنه و خب بهترین استخاره استخاره ای به قرآن که البته خب باز یه تفاوت داره که کی استخاره کنه چه تایمی باشه استخاره کنه اینا همش تاثیر داره بنابراین استخاره برای ایست که انسان از تحیر و سرگردانی در انتخاب یک مسیر برای چیز دیگری نیست حتی همونجا هم میفرمایند که اگر استخاره بد آمد
واجب نیست برای انسان که عمل ترک کنه، میتونه با دادن صدقه او را انجام بده. یا اگر استخاره خوب آمد بازم واجب و لازم نیست که انسان حتما دنبال از این کار را بیفته. نه بگان تا قرآن شریف دیده میشد، حالا شاید الان کمتر باشه، که بالای هر صفحه یک بد خوب بد خوب نوشته کرد، اون هم حکم استخاره پیدا میکنه. ولی برای استخاره بود، منتها او برای استخاره امثال خیلی من شما بود، اونایی که مثلا خیلی سطح سوادشون کمتر، چون به معنی که انسان قرآن میگیره باز میکنه، خب این میفهمه از اون آیاتی که آمده، آیات عذاب اگر باشه مثلا، آیات نابودی اقوام گذشته اگر باشه، و خب قطعا استخاره بد است. ولی اگر بسم الله الرحمن الرحیم بیایه، یا آیات رحمت بیایه، آیات باران بیایه، حالا آیاتی که خداوند فرزند داده، بهشتیان، اینا خب قطعا یعنی خوب. او خوب و بدم برای مردم کوچه و بازار همون هم نباید کار بکنه. صحیح. قرآن که اصلا قرآن برای این نازل نشده. قرآن برای چی نازل شده؟ قرآن برای این نازل شده که شرک و بت پرستی برداشته شود، عدل و صاف و قسط در جامعه نهادی نشه. بله. شاید بعضی وقتا نتیجه بده بته. نفر خب با همون سادگی اعتماد کرده، خب میگه مثلا خوب آمد. بله. او رو هم اتفاقا بعد فهمیده نه، مثلا درایت نداره، نسنجیده همون کارو میگه خب نه قرآن گفته، خدا گفته، انجام اول باید بسنجی. بله. اول باید انسان بسنجه و بعد به متخصصین مراجعه کنه. اگر من سر دراهی بله. عزیز خارکار بگیره. بله. خب الان از اتاق فرمان فرمان دارن که ما 2 دقیقه زمان داریم. ما در خدمت سوالات هم زیاد نمیتونیم پرسان کنیم، ولی خب کم و کوتاه همین سوال ما پرسان کنیم. عزیز من مهربانی که داره کنه، مثبت 93 70 80 66، حرامزاده به چی کسی گفته میشه؟ آیا کسی که از لقمه حرام به وجود آمده هم حرامزاده گفته میشه یا نه؟ حرامزاده معمولنش، ببخشید دیگه من خجالت میکشم از شما و از بینندگان عزیز و از این فضایی که هستیم، کسی که از طریق نامشروع و رابطه آمده باشه، اینو میگن حرامزاده. حرامزاده هم اون طرف سکه ولد زنایه، ولد زنا هم اون حرامزاده. پس این ربطی به لقمه نداره، اگرچه لقمه تأثیر داره در شخصیت انسان، در تمام چیزای انسان، اما کسی که مثلا خانواده خود از دزدی یا از کارهای دیگه ارتزاق میکنه، به بچه از این حرامزاده نمیگن. فقط حرامزاده ولی کسی که از رابطه نامشروع به وجود آمده باشه. بسیار عالی، تشکر میکنم استاد محترم و همچنین از همه شما عزیزانی که تا این لحظه همراه برنامه خودتان بودید. هر گل پی بوستان خود میگردد، هر دل پی دل ستان خود میگردد، روزی که پدر کند فرار از پسرش، زهرا پی دوستان خود میگردد. صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا. تا دیدار بعدی همه شما خوبان را به خداوند مهربان می سپاریم. خدایا را نگهدارتان.